الرحمن الرحیم. من دکتر سید جواد هاشمیان هستم، متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه و جراحی عیوب انکساری و میدان فیلد اصلی کاری من در ارتباط با اعمال جراحی بر روی قرنیه و سگمان قدامی و همچنین اصلاح عیوب انکساری هست. این عینک‌های طبی امروزه یا از جنس شیشه ها در یا از جنس پلاستیک هستن و یا از جنس فلزی و هر دو اینها بسته به این که شما عینک طبی که می‌خواید بگی تهیه کنین آیا یک عینک سبک و مقاوم یا بیشتر منظور نظرتون یک عینک مقاوم است. عینک‌های پلاستیکی هم سبک هستن هم نسبت به ضربان تا حدی مقاوم هستن و بهتره که شیشه هم از جنس از نظر ساختاری ایس فریک باشه. منظور از ایس فریک یک تکنولوژی جدیده که در واقع باعث میشه که اشعه های ورودی مزاحم رو کم کنه و کیفیت دید بهتر بشه. موضوع دیگه مسئله ضخامت شیشه تهیه شده است که وابسته به ریفرکتیو ایندکس اون شیشه خاص هست و دیگه موضوع دیگه مسئله ضخامت شیشه تهیه شده است که وابسته به ریفرکتیو ایندکس اون شیشه خاص هست. بنابراین بسیار مهمه که وقتی شما سفارش یک شیشه رو میدین از نظر کیفیتی ایس فریک باشه، های این ریفرکتیو ایندکس باشه تا ضخامت اون خیلی نازک تهیه بشه. و حالا اگر مایل باشین که در آفتاب هم تغییر رنگ بده و دیگه عینک آفتابی استفاده نکنین، میتونین فوتوکرومیک رو سفارش بدین. اما اگر به ترجیح بدین که از عینک آفتابی، میتونین از کلیپ آن، از عینک های آفتابی که روی شیشه سوار میشه استفاده کنین. مسئله دیگه ای که در استفاده از عینک های طبی مطرح است خود فریم عینک ها هست. فریم عینک ها باید هم خیلی راحت باشه، در پشت گوش جابجا نشه، بر روی بینی اگر باعث اثر و اثر فشاری نشه و معمولا از جنسی انتخاب بشه که حداقل حساسیت های پوستی رو ایجاد بکنه. و خود باز اندازه شیشه هم بسته به وضعیت چهره، آیا کوچیک باشه لنزش یا بزرگ، این وابسته است به چهره هر فرد و سلیقه اون که این هم مورد نظر باشه که از نظر اندازه عینک طبی. عینک های طبی امروزه در سنین بالا میتونه در واقع دو کانونه یا مالتی فوکال باشه و در سنین پایین تر عمدتا ایس فریک. و در بچه ها هم باید عینکی انتخاب بشه که هم سبک هم جذاب، که در واقع بچه دوست داشته باشه این عینک رو و از تیپی که حاصل میشه، ظاهری که حاصل میشه لذت ببره تا در واقع تشویق بشه به زدن عینک و استفاده از اون عینک. این عمده مسائلی هستش که در تهیه عینک باید به اون دقت بشه. البته مسائل اختصاصی تر هست، ولی عمدتاً شیشه ها اگر شیشه انتخاب بشه از جنس پلی‌کربونات باید باشه. اگر شما باز هم احساس ناراحتی میتونیم بکنین، خصوصیت دیگه‌ای که هست آنتی رفلکتینگ کوتینگ هست، یعنی میتونین شیشه رو درخواست بکنین که به عنوان آنتی رفلکس باشه، یک کوتینگی در روی شیشه ایجاد میکنن که باز اشعه‌های ورودی مزاحم رو کم میکنه و دقت شما رو در فعالیت‌های کاری بالا میبره. برای استفاده از کامپیوتر آیا عینک لازم هست یا نه؟ اگر عیب انکساری وجود داره بهتره که حتما عیب انکساری اصلاح بشه، چرا که باعث کاهش خستگی ها میشه. و اگر نه، بهتره که رعایت های نکات لازمی که برای کار با کامپیوتر هست بیشتر مد نظر باشه. صحبت‌های دکتر رو در مورد عینک طبی شنیدیم. حالا با هم می‌خوایم بریم یه جایی بهتون مطابق با صحبت‌های دکتر چند تا عینک طبی مناسب معرفی کنیم.
سلام، رضا کمالی هستم. میخوام که یه چند تا عینک بهتون معرفی کنم. عینک‌های طبی تو سه دسته هستن. یکی این که یه فرمای فلزی که زیر ندارن و حالا بعضی‌هاشون هم که دارن، فرمای کاوچو که دورشون حالت پلاستیکه، حالا نوع پلاستیک مختلفه، بعضی‌هاش سنگین‌تره، بعضی‌هاش سبک‌تره، بعضی‌هاش نشکنه، بعضی‌هاش بشکنه و بعضی‌هام که حالا عینک‌های بدون فریم که اینا حالا دستهای مختلفی دارن. عینکای بدون فریم برای کسایی که نمرهشون زیاد بالا نیست و میخوان زیاد عینک تو صورتشون مشخص نشه خیلی کاربرد داره. عینکای فلزی بیشتر برای آقایون و عینکای کاوچو هم بیشتر برای خانوما. حالا متغیره دیگه، هم میتونن خانوما از فلزی استفاده کنن و هم آقایون از کاوچو. چیزی که مهمه توی عینک اینه که سبک باشه، وزنش اذیت نکنه و بتونه اون کسی که استفاده میکنه وزنشو تحمل کنه. الان یه سری عینک توی بازار اومده با جنس تی آر که وزن بسیار پایین و مقاومت خیلی بالا داره توی کاوچو. توی فلزیام که از اولم بوده، تیتانیوم یکی از پایین ترین وزنای فرمو توی فرمای فلزی داره. فرمای فرملس میتونن عدسیای با نمره پایین و کیفیت بالا رو توشون نصب کنیم. از فرم مهمتر عدسی فرمه که بتونیم یه عدسی خیلی خوب داشته باشیم. اولین ویژگی یه عدسی آنتی رفلکسه که بتونه بازتاب نورهای مصنوعی رو برگردونه. عدسی بعدی عدسی فوتوکرومیکه که تو مواقع خاص و مثلا اونایی که بیشتر توی آفتاب قرار میگیرن ازش استفاده میکنن. ولی عدسی که روی فرم های فرملس استفاده میشه، عدسی باید حتما نشکن باشه تا وقتی که این مقاومت لازم رو برای این فرما داشته باشه. بیشتر عدسی های آنتی رفلکس برای عدسی های طبی مناسبه. حالا بسته به نمره متقاضی داره که مثلا چه نمره‌ای داشته باشه. اگر نمرهش پایین باشه که با همون عدسی های آنتی رفلکس نوع یکش خوبه. اگر نمرهش یه مقدار بالا باشه با فشردگی های مختلف میتونیم براش اون عدسی رو نصب کنیم.